خواندن موزه هنرهای معاصر موزه هنرهای معاصر تهران یکی از معروفترین موزه های شهر تهران است. این موزه در 14 اکتبر 1977 میلادی ساخته شده است. این موزه را کامران دیبا و با الهام از بادگیرهای ایرانی طراحی کرده است. موزه هنرهای زیبا شامل جامعه ترین و با ارزش ترین گنجینه های هنر مدرن از بعد از جنگ جهانی دوم تا پیش از دهه 1980 میلادی در خارج از اروپا و آمریکای شمالی است. در گنجینه دائمی موزه بیش از 4000 اثر با ارزش از نخبگان هنرهای تجسمی ایران و جهان نگهداری می شود. ارزش آثار موزه در حدود 2.5 میلیارد دلار تخمین زده می شود. اکثر این آثار در دهه 1970 میلادی و با نظارت فرح پهلوی خریداری شدند. در سال 2005 میلادی برای اولین بار نمایشگاهی از گنجینه موزه برگزار شد که توجه علاقمندان را به خود جلب نمود. فضای سبزی نیز در شمال ساختمان موزه وجود دارد که شامل مجسمه هایی از مارکس، ارنست، پرویز تناولی، هنری مور، ماکس بیل و دیگران است. موزه هنرهای معاصر تهران یکی از معروفترین موزه های شهر تهران است. این موزه در 14 اکتبر 1977 میلادی ساخته شده است. این موزه را کامران دیبا و با الهام از بادگیرهای ایرانی طراحی کرده است. موزه هنرهای زیبا شامل جامعه ترین و با ارزش ترین گنجینه های هنر مدرن از بعد از جنگ جهانی دوم تا پیش از دهه 1980 میلادی در خارج از اروپا و آمریکای شمالی است. در گنجینه دائمی موزه بیش از 4000 اثر با ارزش از نخبگان هنرهای تجسمی ایران و جهان نگهداری می شود. ارزش آثار موزه در حدود 2.5 میلیارد دلار تخمین زده می شود. اکثر این آثار در دهه 1970 میلادی و با نظارت فرح پهلوی خریداری شدند. در سال 2005 میلادی برای اولین بار نمایشگاهی از گنجینه موزه برگزار شد که توجه علاقمندان را به خود جلب نمود. فضای سبزی نیز در شمال ساختمان موزه وجود دارد که شامل مجسمه هایی از ماکس ارنست، پرویز تناولی، هنری مور، ماکس بیل و دیگران است.